سوره رحمان، سوره پنجاه و پنجم قرآن. به نام خداوند بخشنده مهربان. خداوند رحمان قرآن را یاد داد، انسان را خلق کرد و به او سخن گفتن را یاد داد. خورشید و ماه روی حساب دقیق هستند، گیاه و درخت سجده می کنند. خدای رحمان آسمان را برافراشت و میزان یعنی ترازو را قرار داد تا در میزان طغیان نکنید و بر پایه عدالت وزن کنید و در وزن کم نگذارید، و زمین را برای مردم قرار داد. در زمین میوه و نخل قلافدار و دانه کاهدار و گیاه خوشبو وجود دارد، پس منکر کدام یک از نعمتهای خداوندتان می شوید؟ انسان را از گل خشک مثل سفال و جن را از شعله های آتش آفرید، پس منکر کدام یک از نعمتهای خداوندتان می شوید؟ او خداوند دو مشرق و دو مغرب است، پس منکر کدام یک از نعمتهای خداوندتان می شوید؟ دو دریا را به حرکت درآورد که به کنار هم برسند و بین آنها فاصله ایست که از آن تجاوز نمی کنند، پس منکر کدام یک از نعمتهای خداوندتان می شوید؟ از این دو دریا مروارید و مرجان خارج می شود، پس منکر کدام یک از نعمتهای خداوندتان می شوید؟ کشتیهایی دارد که مثل کوه در دریا روانند، پس منکر کدام یک از نعمتهای خداوندتان می شوید؟ همه کسانی که در زمین هستند از بین می روند و فقط ذات خداوند پر جلال و گرامی تو باقی می ماند، پس منکر کدام یک از نعمتهای خداوندتان می شوید؟ آنان که در آسمانها و زمینند از او درخواست می کنند، او هر روز در کاری است، پس منکر کدام یک از نعمتهای خداوندتان می شوید؟ ای جن و انس، به حساب شما خواهیم رسید، پس منکر کدام یک از نعمتهای خداوندتان می شوید؟ ای گروه انس و جن، اگر می توانید از مرزهای آسمانها و زمین بگریزید، این کار را بکنید. نمی توانید این کار را بکنید مگر با تسلطی، پس منکر کدام یک از نعمتهای خداوندتان می شوید؟ شعله هایی از آتش و مس گداخته بر شما می فرستد و شما نمی توانید کمکی به هم بکنید،
پس منکر کدام یک از نعمتهای خداوندتان می شوید؟ وقتی که آسمان شکافته و مثل گل سرخ شود، پس منکر کدام یک از نعمتهای خداوندتان می شوید؟ در آن روز درباره گناه هیچ انسان و جنی سؤالی نمی شود، پس منکر کدام یک از نعمتهای خداوندتان می شوید؟ گناهکاران از چهره هایشان شناخته می شوند و پیشانی و پاهایشان را می گیرند، پس منکر کدام یک از نعمتهای خداوندتان می شوید؟ این همان جهنمی است که گناهکاران تکذیب می کنند. در میان آن جهنم و آب سوزان می گردند، پس منکر کدام یک از نعمتهای خداوندتان می شوید؟ و کسی که از مقام خداوندش بترسد دو باغ دارد، پس منکر کدام یک از نعمتهای خداوندتان می شوید؟ در آن دو باغ انواع درختان است، پس منکر کدام یک از نعمتهای خداوندتان می شوید؟ در آن دو چشمه روان است، پس منکر کدام یک از نعمتهای خداوندتان می شوید؟ در آن از هر میوه‌ای دو نوع است، پس منکر کدام یک از نعمتهای خداوندتان می شوید؟ بر بسترهایی با آستر حریر تکیه می زنند و میوه های درختانش در دسترس آنهاست، پس منکر کدام یک از نعمتهای خداوندتان می شوید؟ در آنها دختران با حیایی هستند که هیچ انس و جنی لمسشان نکرده، پس منکر کدام یک از نعمتهای خداوندتان می شوید؟ آنها چون یاقوت و مرجانند، پس منکر کدام یک از نعمتهای خداوندتان می شوید؟ آیا پاداش احسان جز احسان است؟ پس منکر کدام یک از نعمتهای خداوندتان می شوید؟ به جز آن دو باغ، دو باغ دیگر هم هست، پس منکر کدام یک از نعمتهای خداوندتان می شوید؟ هر دو سبز و خرم و پردرختند، پس منکر کدام یک از نعمتهای خداوندتان می شوید؟ در آنها دو چشمه جوشان است، پس منکر کدام یک از نعمتهای خداوندتان می شوید؟ در آنها میوه و خرما و انار وجود دارد، پس منکر کدام یک از نعمتهای خداوندتان می شوید؟ در آنها زنان خوب و نیکو وجود دارند، پس منکر کدام یک از نعمتهای خداوندتان می شوید؟ زنان سیاه چشمی که در خیمه ها
از نظرها پوشیده هستند، پس منکر کدام یک از نعمتهای خداوندتان می شوید؟ قبلا هیچ انسان و جنی به آنها دسترسی نداشته، پس منکر کدام یک از نعمتهای خداوندتان می شوید؟ بر بالشهای سبز و بسترهای زیبا تکیه زده اند، پس منکر کدام یک از نعمتهای خداوندتان می شوید؟ اسم خداوند پرجلال و بزرگوار تو مبارک است.